در 2 سالگی خاله‌ای داشتم که موقع خب مثلا 7-8-10 سال از من بزرگتر بود، منو بغل کرده بود و بالای تراس و با 7-8-10 تا پله ایستاده بود و در حیات خانمی بود که برای ما میامد رخت میشست و اینا، سماور جوش آب درست کرده بود و تشت رخشویی و داشتن رخت میشستن و ناگهان من و خالم از اون بالا میافتیم پایین و سر میخورد. بنده هم اینجا قلب خودم میام و دقیقا صورت من زیر شیر آب جوش سماور میگیره و باز میشه و اینجای من میسوزه که داستانها بود. اون اولین تصویری که در 2 سالگی هیچ وقت فراموش نمیکنم بان پیچی بود که من بعد از سوختگی که در بیمارستان انجام داده بودن و حس میکنم الان اون تصویر رو، تنها تصویری است که همیشه به یادمه. و من کاری دارم از جزء کارهای سپید سبودیم که یک صورتی است که باند پیچی شده. آثاری که من خلق کردم بدون تردید اینها نشأت گرفتند از جزء به جزء خاطرات و اتفاقات زندگی من و در بسیار از کارهای دیگه هم اون عشق به کویر، عشق به معماری بومی که در من به شدت وجود داره، منشأش در کودکی منه و در نوجوانی منه که من چگونه تو این امامزاده ها میگشتم، تو این خاک خل و این دفترها رو طراحی میکردم، این دیوارها رو، این گنبدها رو، این خرابه های معماری رو. و بعد میبینم که در یه دوره ناگهان متریال گل میاد تو کار من و کار من سراسر فقط با گل ساخته میشه و بعد حال میفهمم که این عشق به خاک، عشق به گل، عشق به کویر از کجا نشأت گرفت. اون کاشیکاری ها، اون خط نوشتا، اون نمیدونم کتیبه ها. بعدم تو قم زمان عاشورا تا سوعا تمام این کتیبه ها و نوشته های نمیدونم مذهبی فلان، همه اینا از نظر بصری ثبت و ضبط میشه یه روزی، حالا یا به همون شکل یا به شکل تغییر پیدا کرده ارائه خواهد شد. انبار ذهن هر هنرمند در هنگام خلق اثر هنری انباشته است از بسیاری از عناصر ذهنی، از جمله ناخودآگاهی، خاطرات کودکی، از حتی از بعد به تولد، بسیاری حتی در شکم مادر. هنر چیزی جز این نیست، خلق هنر چیزی جز بیان این ذهنیات که مجموعه است از تمام این عناصر و که بخش مهمش خاطرات کودکی است. در بسیاری از موارد بدون کوچکترین اتود قبلی، بدون کوچکترین فکر قبلی، فقط تحت تأثیر یک حالت شروع میکنم به کار کردن. مخصوصا زمانی که با این کارهای گل کار میکنم بیشتر این حالت در این کارهای من اتفاق میفته. نمیدونم ساختار کارم چیه، من فقط گلی که آماده کردم و که الان آماده کار هست اون کاردک مخصوص رو بر میدارم و اولین حرکت رو میذارم روی بوم. اولین حرکت، حرکت بعدی رو به من نشون میده، یعنی راه خودش به من میگه که چگونه باید برم، آغاز راه. و اتفاقا بیشترین
رضایت خاطر رو از این سری کارها دارم که بدون کوچکترین فکر قبلی من شروع میکنم به اولین اثر رنگی یا هر متریالی که دارم روی کار و بعد کم کم اینا خودشون پرورش پیدا میکنن، اون خط بغل اون خط، اون رنگ بغل اون خط، اون لکه بغل اون لکه، کم کم اون وقت اینجاست که اون اطلاعات هنری و مبانی هنر و بسیاری از توانایی های دیگه هنری اینجا کمک به من میکنه. اینجاست که من کنترل میکنم، اینجا تازه دارم خلق میکنم، اولش اصلا نمیدونم. ولی بعد و بسیاری از اوقات شده که اتود دارم، قبلا میدونم میخوام چیکار کنم، حتی روی یاد داشتی فرم کلیش هم گذاشتم که مثلا شکلش فرمش چی باشه و بعد حالا مثلا با چه تکنیکی با چه متریالی کار کنم. شروع میکنم که اون رو پیاده کنم رو کار، در آغاز کار پیاده میشه، ولی بعد که دارم میخوام جلو ببرم تغییر پیدا میکنه، برای اینکه ذهن من مرتب در حال تغییره. اینجا اونجاست که اون گذشته هاست که بدونی که من بدانم دخالت هایی میکنن و میان وسط و حرفشونو میزنن بدونی که به من بگن اصلا، و من فقط مجریم. بعد میبینیم که آخر کار که امضا میکنیم میبینیم با اون اتود به کل متفاوته، یه چیز دیگری است. اینا اتفاقا لحظات لذت بخش کاری منه که لذت میبرم از اینکه از کجا به کجا آمدم. من همیشه کاری که شروع میکنم با یک هیجان و شادمانی شروع میکنم و میدونم که این کار خیلی خوب خواهد شد. یعنی هیچ وقت فکر نمیکنم که این بترسم که این کار مثلا بد بشه، اما در مسیر راه هست که آدم به یه جایی میرسه که احساس میکنه که این داره خستش میکنه دیگه کار مثل که به جایی نمیرسه. کار هم کار خسته شده، هم خودت خسته شدی و ذهنت دیگه نمیکشه و ادامش رو دیگه امکان پذیر نیست برات. اونجا جای خیلی بدیه. بله، به همین دلیل من دیگه خودم رو چیز نمی کنم، دیگه فوری میذارمش کنار، میرم سراغ یه برنامه دیگه موزیک گوش میکنم، میرم کتاب میخونم، میرم مثلا یه کاری دیگری میکنم، چند روز کار نمی کنم تا این فضا به هم بریزه. و یکی از کارهایی که من باز در آموزش هنر به شاگردا همیشه میگم همین نکته است. کار رو انجام میدن، یک ساعت دو ساعت پای کار بهشون میگم بچه ها قلمتو بذار زمین، کارتو برگردون، حالا بیا برو یه چایی بخور، با دوستاتی خود حرف بزن، بیا برو اصلا بیرون یه هوایی بخور، یه نیم ساعت سه رو چیزهای دیگه ببین، اصلا کارت دیگه نبین. بعد که این اتفاق افتاد ناگهان کارتو برگردون، فوری نگاش کن، خودت میفهمی که مشکلش کجاست. و واقعا همینه، این کار هم خودم میکنم بارها. موقعی که خسته میشم و میبینم به بن‌بست رسیده ولش میکنم، میرم دو روز اصلا کاری باش ندارم، ولی بعد که میام نگاش میکنم این دفعه دیگه تو این فرصتی که نگاش نکردم با اتفاقات زیادی بر ذهن من افتاده. من با یک سری فرم‌ها آشنا شدم، رنگ‌ها رو دیدم، نورها رو دیدم، اشکال مختلف دیدم، چیزهایی خوندم، چیزهایی شنیدم، همه اینا دست به دست میده تا من رو به یه تغییر ذهنی وامی داره که من که نگاه میکنم فوری میفهمم مشکل کجاست. شاگردانمون همیشه میگیم که اگر رسیدی به جایی که رضایت خاطر پیدا کردی به کارت و احساس کردی که کارت دیگه تمومه و دست نمیخوای بزنی، امضاش کن، خوب یا بد، برای اینکه ارزش اون کار درست اون لحظه‌ای است که به رضایت خاطر میرسه هنرمند.
ممکنه همین کار 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 10 سال دیگه مورد قبولش نباشه، همطور که اتفاق خواهد افتاد. اما اون لحظه که فکر میکنی تمومه، دیگه تمومه. اینه که حالا چه موقع است، واقعا هیچ چیزی رو جز رضایت خاطر نمیتونم بگم. رضایت خاطرم شامل خیلی چیزهای مختلفه. یه آدمه که توانایی هنری نداره، نمیدونم طراحی نمیدونه، مبانی نمیدونه، تجربه نداره، اصلا نمیدونه نقاشی چیه، یه کاری رو میکنه فکر میکنه تمومه، میگه تمومه، امضا میکنه. یه کسی هست بسیار با تجربه است تو این زمینه، خیلی طول میکشه تا امضا بکنه، انقدر نگاه میکنه، انقدر بررسی میکنه، بالا پایین میکنه، کم و زیاد میکنه تا به یک رضایت خاطر برسه. رضایت خاطر مساوی است با درجه آگاهیش.